از لندن سلام دارم به شما خانم دکتر شیرین هانتر، استاد روابط بین الملل در دانشگاه جورج‌تاون. سلام آقای فرهودی از واشنگتن. خانم هانتر، روز 16 ژانویه 26 دی ماه یعنی درست در همان روزی که در وین برجام اجرایی شد و تحریم ها رو برداشتن علیه جمهوری اسلامی، شما و عده دیگر از اکادمیسین ها در بارسلون اسپانیا در یک کنفرانس شرکت کردین تحت عنوان ایران و جهان، که این یکی از گزارشی که از سوی برگزار کننده این کنفرانس منتشر شده. ظاهرا آقای خاویه سولانا نماینده پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار کننده این کنفرانس بوده. در ابتدا از حضورتون خواهش دارم که بفرمایید کنفرانس چی بود و هدف از برگزاریشو بفرمایید. اولا فقط یک توضیح قبلا خدمت عرض کنم که آقای سولانا به عنوان به اصطلاح چرمن افتخاری این مرکز مطالعات بین المللی بارسلون و هر سال برای چندین سال گذشته این مرکز یک کنفرانسی در مورد مسائل مهم روز برقرار میکنه. این بارم اتفاقی بود، اتفاقا این صحبت هم شد که این کنفرانس درست روزی برقرار می شد که برجام هم بالاخره اجرای برجام هم شروع شد، ولی همطور که گفتم اونجا این خیلی اتفاقی بود برای که این تصمیمات درباره این که به موضوع کنفرانس چه باشه خب یه مدتی قبل گرفته میشه. هدف بقیده من اینه که به هر حال میبینید الان انتظار اینطور میره، حالا باید دید آیا این انتظارات عملی میشه یا نه، که ایران لاقل یه عده در ایران میخوان که به جامعه بین‌المللی برگردن و روابط ایران رو با جامعه بین‌المللی به طور کلی و به خصوص با کشورهای اروپایی به یک سطح طبیعی و در چارچوب به اصطلاح نزاکت دیپلماتیک و اینا برگردونه. و خب ایده هم خب در اروپا حالا چه از صاحبان سرمایه و غیره علاقمند هستن که چه هم از بسیار باز شدن محیط اقتصادی ایران استفاده بکنن و همین که بتونن که با این افزایش روابط اقتصادی و اینا خب که چه بسا یک تعدیلاتی هم در به اصطلاح مسائل سیاسی چه در داخل و چه در رفتار خارجی ایران به وجود بیارن. همینطور هم خب ببینید این کشورهای اروپایی اینا علاقمند هستن ببینن آیا این به اصطلاح مرحله میشه گفت شاید سوم باز شدن به اصطلاح صحنه ایران آیا این پایداره یا اینکه این هم فرض کنید مثل همونی که یادتون باشه آقای رفسنجانی هم در اوایل دهه 90 خواستن یه کارایی بکنن که خب نشد، بعد آقای خاتمی یه کارایی خواستن بکنن که اون هم نشد، حالا خب اینا میخوان ببینن آیا واقعا شرایط ایران اونقدر عوض شده که این بار این به اصطلاح دائمی خواهد بود یا لاقل مدت زیادی طول خواهد کشید یا اینکه نه این هم بعد از یکی دو سال به همون سرنوشت دوره های قبلی برمیگرده. برای این بودش که یه عده را آورده بودن که اونجا صحبت بکنن. از طرف دیگه خب الان در خاورمیانه تنش‌هایی هست بین ایران و عربستان و اونا و حتی روابط ایران و ترکیه هم تا یه حدودی سرد و متشنج شده. خب اینا می‌خواستن ببینن که خب این چرا این مسئله صورت گرفته، نقش ایران در این مسئله چیه و نقش کشورهای دیگه چیه. خب خانم هانتر، من یک قسمت از این گزارش رو میخونم براتون که مربوط به صحبتهای شما در این کنفرانس، میخوام خودتون بیشتر توضیح بدید. از قول شما گفته شده ایران کشوریست تنها به این خاطر که نه عربها و نه ترکها ایران را دوست ندارند. ایران یک تمدن است و آنها اینطور نیستند. این کشورها نقشی را برای ایران نمیپذیرند و به همین خاطر هم هر اقدام آشتی جویانی که ایران به عمل میآورد باید از سوی این کشورها تلافی شود تا بتوان به نتایج مثبت دست یافت. بفرمایید واقعا چه اقدام مثبت و آشتی جویانه ایران میتونه به عمل بیاره یا به عمل آورده که اینها
براش ارزش قائل نبودند و دست دوستی ایران رو مثلا نفشردند. نه ببینید، مسئله این هستش که فرض فرمایید که الان قبل از این که این تشنجات ایران و عربستان به این مرحله برسه، وقتی که آقای روحانی اول آمدن به ریاست جمهوری رسیدن، ایرانی ها موقع دائم میگفتن، ظریف هم چندین بار گفته بود که ما میخواییم که روابط رو با عربستان سعودی به اصطلاح بهبود ببخشیم و آماده هستیم که هر طوری که شده صحبت بکنیم. حتی قبل از اینکه آقای روحانی هم بیاد، نمیدونم اگر خاطرتون باشه، گرچه احمدی نژاد خب میدونیم که خصوصیات اخلاقی خاصی داشت و اینا، ولی با همه این احوال چندین بار ایران در حتی در اجلاس شورای همکاری خلیج فارس هم شرکت کرد و یک مقدار برنامه هایی هم برای همکاری های منطقه‌ای ارائه داده بود. هیچ کدوم از اینها مورد قبول واقع نشد. حرفی رو که من زدم مبتنی فقط بر رفتار جمهوری اسلامی نیست. بدونید متاسفانه الان به خصوص نسل جوان ایران که بعد از انقلاب یا دنیا اومده یا موقع خیلی بچه بوده و اینا، خب و تاریخ هم که تدریسش اینا الان طوری شده که اصلا هر چیزی که قبل از انقلاب وجود اسلامی بود انگار که اصلا وجود نداشته، اینه که اینا بی اطلاع مونن. من مثلا علت اینکه این حرف رو میزنم اینه که فرض بفرمایید در زمان دوران سلطنت هم عربستان سعودی هیچ وقت علی رغم اون ظاهر دوستی هیچ وقت با ایران اینها دوست نبودن. اون موقع علت این که اینا فرض کنید که با حکومت سلطنتی و شاه رو قبول داشتن برای این بود که اولا عربستان سعودی اون موقع ضعیف بود، نه ثروت حالا رو داشت، نه این همه به اصطلاح آلات جنگی و غیره رو در دستش بود، روابطش با امریکا اون موقع اینقدر نزدیک نبود. ولی همین عربستان سعودی بود که من هیچ یادم نمیره و معتقدم که این تأثیری داشت در انقلاب اسلامی ایران. اینا فرض کنید در اجلاس اوپک در 76 در بالی فشار آوردن که قیمت نفت پایین بره. بله درست. و این پایین رفتن قیمت نفت اگه خاطرتون باشه در ایران منجر به یک رکود اقتصادی شد. حالا اون موقع هم در شرایط ایران موقعیتی پیش آمده بود که من هیچ یادم نمیره، سال 70 ایران تابستون ایران بودم، مردم انتظاراتشون به قدری بالا رفته بود که فرض کنید که کسایی که فرض کنید تا 10 سال پیش حتی نمیدونم یک کولر هم نداشتن، از اینکه یک دقیقه فرض کنید که برق خاموش میشد خانم ها سشوارشون قطع شده بود، اون یکی همچی میشد، نه اینا دائم شکایت میکردن. البته همه شکایت ها رو هم به طرف رهبری مملکت اداره بودن. خب این رکود باعث شد، من نمیگم که عوامل دیگه یه انقلابی وجود داشتن چه چپ و چه اسلامگرایی ها بینا، ولی یکی از عواملش این بود، عوامل اقتصادیش فکر منظورم اینه که تشدید اینها و تشدید نارضایتی های که افرادی که نمیدونستن که نتیجه این اعتراضات چه خواهد بود باعث شد که یه عده‌ای که از اون به اصطلاح مخالفین خیلی چه میگن دودا آتش نبودن، اینها هم بپیوندن به این موج مخالفت و اینها که بقیده من باعث شد که خب بالاخره انقلاب بیشتر موفق شد. حالا دلایل بسیار زیادی هست، منظورم اینه که این رقابت عربستان با ایران به مدت و قبل میگذره. ولی خانم کانتر یه نکته میخواستم خدمتون بگم، در اون دوره اگر من اشتباه نکنم یک احترام متقابل این کشورها برای هم قائل بودند، رابطه حسن همجواری داشتند، در امور داخلی همدیگه دخالت نمی کردن. ولی الان من امور داخلی دخالت نمی کردن رو هم خیلی درست من نمی دونم، حالا سعودی ها دخالت می کردن یا نه من حرف دارم، ولی کشورهای عربی در امور داخلی ایران شدیداً دخالت می کردن. الان اینا اصلا چیزاییست که کاملا روشن شده. اولا ببینید که ایده پان عربیسم اصولا ایران رو یک دشمن عرب ها می دونه. یعنی خود حتی شاهزاده حسن
برادر شاهزاده امیر حسین مال ملک پادشاه حسین اردن اردن ملک حسین، بله پادشاه اردن گفته بود عرب ها دو دشمن دارن، اسرائیل در غرب و ایران در شرق، و تمام این گروه های ضد شاه جمال عبدالناصر اینا رو، حتی اسلامیون رو، من چند وقت پیش عکس اینا همه با همدیگه اینا ارتباط داشتن، بعضی از این کسایی که بعدن در این انقلاب اسلامی نقش داشتن، اینا همش از عربا پول میگرفتن. حالا همه مسئله به اصطلاح پیرول و غیر و اینا رو هم که میدونید، و یاسر عرفات هم بهشون کمک exactly. کردن به ثمر رسوندن من انقلاب. این هستش که ممکنه که ماهیت دشمنان ایران در دنیای عرب عوض شده باشه، اون موقع کشورهای چپگرا بودن، ولی عربستان سعودی در ظاهر، خب ببینید متاسفانه واقعیت اینه که حتی کشورهایی که در ظاهر ممکنه روابط فرض کنید مؤدبانه با همدیگه داشته باشن، ولی در باطن یه کارهایی علیه همدیگه انجام میدن. حالا عربستان اینطوری بود، عربستان ایران رو به صورت رقیب خودش میدونست. موضوع میکنی عربستان ادعای رهبری جهان اسلام رو داره، هیچ همون موقع فرض کنید در پاکستان و افغانستان عربستان یواش یواش با استفاده از آلت اسلام تمام میخواستش که موقعیت ایران تضعیف بکنه، به خصوص که شاه در اون موقع میخواست که به حساب این هندوستان و پاکستان میانجیگری بکنه و افغانستان رو هم به یه نحوی از زیر سلطه شوروی ها بیرون بیاره. عربستان هم در اون موقع، شما فکر کنید مثلا ذوالفقار بوتو بالاخره عرب ها رو به ایران بعد از اون همه کمکی که ایران در زمان شاه به پاکستان کرده بود ترجیح داد. من یادم نمیره در کنفرانس اسلامی 1976 دوباره در موقع اسلام آباد بود، کراچی بود، درست یادم نمیره، اسلام آباد شد هنوز، اینا محمد قذافی رو دعوت کردن. شاه اون موقع گفت اگر شما محمد قذافی رو دعوت بکنید ما نمیاییم، رفتن و اون رو در. حالا من شخصا یادم میاد موقعی که بوتو وزیر خارجه بود هر دو روز یه دفعه ایران بود، و میتونی تو وزیر خارجه میدونی هر دو روز یه دفعه این ایران بود، اصلا حق نشناسی و نمک نشناسی که این پاکستان به ایران به زمان شاه نشون داد عجیب بود. حالا ترک هم همونطور، همون موقعی هم که به عنوانی که مثلا متحد ایران بودن همون موقع اینا بورس میدادن به دانشجویان ایرانی از مناطق مثلا ترک زبان و تمام ایدایی پان ترکیستی رو ترویج میکردن. برخی آدم هم که بیچاره آقای نمیدونم جواد هیئت بود و کی بود و اینا که اصلا چیزهای پان ترکیستی مینوشتن که خود پان ترکیستان هم نمینویسن این چیزها رو. اینو من منظورم این بود بله. که یه مقدار به اصطلاح مشکلات به اصطلاح چه میگن بنیادی existential problem ایران هست، اما البته رفتار ایران هم میتونه که اینا رو یا تشدید بکنه یا تا یه مقداری کمترش بکنه. خب خانم هانتر، میخواستم یکی از صحبتهایی رو که در شبکه های اجتماعی در مورد این کنفرانسی که شما در شرکت کردیم براتون بخونم. یکی از مخالفین جمهوری اسلامی نوشته استش که همزمان با سفر روحانی به ایتالیا و فرانسه و بستن قراردادهای چرب و نرم در بارسلونای اسپانیا کنفرانس یک روزه برگزار شد که در آن تریتا پارسی به همراه کارفرمای سابقش خواجه پور در پرانتز دلال نفتی رژیم، حسین موسویان و عده دیگر از چشم براهای دلارهای نفتی رژیم گرد آمدن. محتوای کنفرانس را حتما می توانید حدس بزنید. دلیل اینکه این افراد رو دعوت کرده بودند دقیقا چی بود خانم هانتر، و اینکه از طیف‌های دیگر حضور نداشتند در این کنفرانس؟ خب ببینید قبل من بگم، متاسفانه یک از یعنی مشکلات ما ایرانی ها این هستش که ما همیشه از ماست که بر ماست، حالا میخواد اسلامیون باشن که بر علیه بقیه ایرونی ها حرف میزنن، یا اینکه بقیه ایرونی باشن که بر برحال به یه علیه کسی هم زن. اتفاقا اینا رو دعوت کردن دلایلی داشت. اولا یکی از مسائلی که در اونجا مطرح شده بود
مسئله پرونده هسته‌ای ایران بود. پرونده هسته‌ای ایران، خب این موسویان قبلا در جزو زمانی که آقای خاتمی بود جزو هیئت مذاکره کننده ایران بود که اون موقع با آقای سالانا اینا مذاکره میکردن اینا، برامری میشه گفتش که یه مقدار آشنایی بود، ولی مهمتر از همه ایشون تا حد زیادی بیشتر از بقیه از نظر طرف ایرانی به جزئیات این پرونده و این مسئله خب آشناست، واسه میکنید. بنابراین لزومی نداره که ما همه چیز رو فقط از دریچه فرض کنید که دلالی نفت به فلان اینا ببینیم، اینو همین میگن. آقای ویژان خارجی پور هم که فعلا در حال حاضر که حتی روابطش با تندروهای رژیم خوب نیست، ولی خب این مدت هاست، یعنی از دهه های 1990 این و یکی از همکارانش یک به اصطلاح اونچه که در غرب بهش میگن کانسالتنسی، شرکت مشاوره و اینا قرار داده بله. کانسالتنسی، بله، که این شرکت مشاوری خب برای اینکه شرکت ها که میرن به جای دیگه، این در همه جا هست، شما فرض کنید که در امریکا اینو دارید، در اروپا دارین، همه جا دارین، اینا میخوان ببینن که فرض کنید شرایط بازار اونجا چه جوریه، به چه تاریخ و اینا. بنابراین من فکر میکنم که ایشون اتفاقا اصلا به صورت دلالی و فلان اینا نداره، ولی خب بالاخره این یک به اقتصاد ایران هم این خیلی وارده، مثلا میکنید. بنابراین اگر شما میخواهید که راجع به موقعیت اقتصادی ایران اطلاع بیایی، بعد من یک شخص منطقی است که بیاری. نتیجه کنفرانس چی بود خانم هانتر؟ به چه سرانجامی رسید این کنفرانس؟ آیا یک کانسنسس، یک اجماعی وجود داشت بین حضار در مورد وضعیت آینده ایران، روابط ایران با جهان؟ نه خیر، نمیشه گفت که هیچ کس کنسانسیسی داشت، برای اینکه خب ملاحظه میکنید چطور ممکنه که آدم بتونه فرض کنید که پیش بینی بکنه، به تو کار پیش بینی کردن وقتی من کار بسیار مشکلی است. مسئله که مهم بود این بود که تو فرض کنید تو چند سال بعد کسی اصلا حاضر نبود قبول بکنه که در مشکلات بین المللی یا در مشکلات منطقه‌ای که پیش میاد، خب اگر ایران نقشی داره، بله، کسی نمیخواد منکر این بشه، بهرهای ایرانی بازیگری است دیگه حالا، اما کشورهای دیگه هم در این مورد نقشی داشتن و دارن. بنابراین شما اگر میخواهید که منطقه رو به یه صورت یه قدری این تشنجات رو کمتر بکنید و یه قدری پایه های یک سیستم باثبات‌تری رو ایجاد بکنید، نمیتونید بگین که فقط این ایرانیه که مثلا موجب تمام این مشکلات بوده و حالا اگر ایران میخواد ثابت کنه که واقعا الان دیگه میخواد بازیگر به اصطلاح مثبتی بشه، باید تمام این مشکلات رو ایران حل کنه. هدف این بود و بقید من این کنسانسوس اونجا به این رسید. منظورم اینه که کشورهای اروپایی و کشورهای دیگه به خصوص در مجامع به اصطلاح متفکر و اکادمیک و جوامع به اصطلاح اندیشکده ها و غیره، اینا به این مسئله رسیدن که مسائل منطقه، مشکلات منطقه عوامل زیادی داره که خب سیاست های ایران یکی از اونهاست. در سابق بله، یعنی شما فکر کنید فرض کنید که مثلا میگم در دهه اول انقلاب، خب اگر صدام حسین به ایران حمله نکرده بود بسیاری از این چیزا پیش نمی اومد، یا فرض کنید که مشکل صدام حسین شروع شد بعد از اینکه این به کویت حمله کرد، واسه میکنید اینا میخوان تمام بگن به ایران در هیچ کدوم از اینها نقش به اصطلاح چی میگن شروع کننده رو نداشت، واسه میفهمید چی میگن. اما صحبت هایی که فرض کنید الان وقت گوش میکنید به حرف هایی که آقای عادل جبیر میزنه یا بعضی که دیگرها از عربستان میزنن، گفتن شما سر این افعی رو ببرید. اشاره فرمودید که نقش شروع کننده نداشت، ولی نقش ادامه دهنده رو فکر میکنم داشت. آخه ببینید شما میگین وقت نقش ادامه دهنده، بعضی هم اینو متوجه نیستن. شما فکر کنید همه میگن چرا ایران در 82 فرض کنید که حاضر نشد که قرار داده صلح ببنده، علت این که بله، ولی هنوز نیروهای صدام ممکن از خرمشهر رو اینو رفته بودن بیرون، ولی در داخل خاک ایران بودن. حتی بعد در 1988 هم که ایران
قرارداد رو مثل آتش بس رو قبول کرد، نیروهای عراق هنوز در بخشی از خاک ایران بودن و عراق موقعی تنها نیروهای خودش رو از ایران خارج کرد که میخواست به کویت حمله بکنه و اون موقع هم کشورهای غربی، اون موقع من اینو میدونم، ایرانی ها حاضر بودن حتی با امریکا رابطه برقرار کنن اگر امریکا حاضر میشد که عراق رو وادار بکنه که از خاک ایران خارج بشه. البته میخوام بگم متاسفانه اشتباهات ایران بسیاره، اما منظور من یک چیزی که من میخوام به شما بگم، ما نمیتونیم اینو فکر کنیم، منظور من اینه که حتی با تغییر رژیم هم بعضی از مشکلات بنیادی و نهادی ایران در منطقه حل شدنی نیست. خود فرض کنید اردوان و نو عثمانی ها، اینو من خودم یکیشون به خود من گفت که ما ایران رو تنها رقیب خودمون در منطقه میدونیم. خب خانم منظوری نیست که ایران اسلامی یا ایران سلطنتی یا ایران دموکراتیک، وقت من اینا از یک ایران دموکراتیک بیشتر خواهند ترسید. فکر میکنید با توجه به این مسئله برجام و حل مسئله هسته یا رفع تحریم های هسته، آیا واقعا ایران آمادگی اون رو داره که وارد جامعه جهانی بشه، بتونه یک عضو مسئول جامعه جهانی باشه و در کنار بقیه از احترام من برخوردار باشه، احترام به دیگر کشورهام احترام بذاره؟ میتونه یا ایران این توانایی این حکومت داره، یا اینکه یک حکومت ماجراجویه که مرتب دنبال بحران هستش؟ بله، البته بقیه من صحبت از حکومت ایران حتی در حال حاضر کردن به عنوان یک واحد کاملا منسجم این مشکل، مسلما در ایران عواملی هستن که از این سیاست های آقای روحانی راضی نیستن و دلایل این هم بیشتر به موازنه قدرت های اقتصادی و سیاسی در داخل مملکت داره. فرض کنید که شما همین بعضی وقتا بعضی از این خبرگزاری هایی رو که میدونید با یک جناحی اینا نماینده نماینگر نظریاتون رو هستن ببینید، اینا تمام دلواپسیشون به اصطلاح از این جریانات ایران این نیستش که ایران طرفدار غرب میشه یا نمیدونم با امریکا رابطه برقرار میکنه، اینا از این میترسن که اگر اقتصاد ایران جون بگیره و اگر ایران که ناچار اگه میخواد توسعه پیدا کنه یه مقداری به خصوصی سازی درست، نه این خصوصی سازی که برسه، خب این مسلمه که دیگه قرارگاه خاتم الانبیا و نمیدونم بسیج جزلر که نقدی و اینا خب نفوذشون و فروششون رو از دست خواهند داد. بنابراین اینا با این جریانات مخالفن، اما از طرف دیگه این من یعنی معتقدم، همیشه هم بودم هم نوشتم اینا، که گروه‌هایی در ایران هستن، گروه‌های معتدل که ممکنه که به این سیستم بالاخره منافعشون به این سیستم بستگی داره، ولی در این حال به این نتیجه هم رسیدن که با این وضعیت دیگه مملکت نمیتونه ادامه بده. اینا میخوان که این درست بشه و حتی بقیده من در بعضی مسائل اجتماعی و غیره هم میخوان که یه مقدار آزادی ها بیشتر بشه و فضا بازتر بشه، منتها خب اینو جلوشو میگیرن دیگه. همین آقای وزیر ارشاد که آقای جنتی اگر اشتباه نکنم، خب این ظاهرن یه مثلا موقعی که یک حالا تکخانی خانم ها ممکنه که زیاد مهم نباشه، ولی خب سمبولیکه دیگه، یعنی اگر اجازه اینا بدن که خانم تکخانی بکنه، منظور اینه که از یک دوگماتیسم فرض کنید مذهبی اینا دارن دور میشن. خب اینو اجازه داده بود، حالا بعدن اینقدر این فشار رو بردن که مجبور شد منکر بشه و چه بشه و اینا. بنابراین هنوز هر کسی که وارد ایران میشه بالاخره متوجه اینه که به قول حالا من اگر یه مسئله انگلیسی بگیرم، the game is not over yet، ولی به عقیده من، حالا ممکنه من اشتباه میکنم، ولی به عقیده من دیگه اون تندروهایی که میخوان ایران رو منزوی بکنن و بسیاری از اون جبه های نهادی ایران رو چه از نظر فرهنگ و غیره از میان بردارن، اینا دیگه بعدا نمیتونن این کار رو بکنن، برای اینکه علتش اینه که دیگه ایران اون قدرت رو نداره که بتونه این وضعیت رو ادامه بده. اینا خودشون هم اینو میدونن، یعنی به هر حال یه مرحله‌ای میرسه
که دیگه آقای سپاه و غیره هم نمیتونه حتی یک سهمی از این داشته باشه، موازه میکنی از این بازار غیر داشته باشه. یعنی این به اصطلاح به قول گفته امریکایی ها، این اگر فکر کنیم که یک کیک بوده ایران و اینا همه دائما از این یکی از این ور از اون ورش میخوردن، این کیک دیگه حالا خیلی کوچولو شده، یا این کیک باید بزرگ بشه که اونو ادامه پیدا بکنن، یا این هم که دیگه به هر حال به کلی ممکنه کیک از بین بره و خلاصه دیگه بعد از اون چیزی بهشون نرسه، چیزی بهشون نرسه. بعد ممکن هم هست اختشاش و غیره باشه، نارضایتی ها هم به هر حال تا حدی میتونه تحملش بکنه. خانم هانتر، میخواستم گفتگومون رو بکشونم به سفر حجت الاسلام روحانی به اروپا. دو سفر داشتش به ایتالیا و فرانسه. خب در ایتالیا میدونید که ایتالیایی ها برای اینکه احساسات مذهبی آقای روحانی جریه دار نشه روی مجسمه های نیمه اوریان یا اوریان یک خوطی های گذاشتن و این باعث حتی تمسخر شد و خیلی گروه ها انتقاد کردن از حکومت ایتالیا، گفتن به خاطر پول و امضای قراردادهای چند میلیاردی آمدن و فرهنگ خودشون رو زیر پا گذاشتن. در فرانسه هم که حاضر نشدن شراب قبول کردن که شراب سرو نکنن در مهمانی برای آقای روحانی. مهمانی هم نبود دیگه در نتیجه اصلا. بله دقیقا مهمانی برگزار مثل که پیشنهاد کرده بودن صبحانه، که هیئت ایرانی گفته بود صبحانه بسیار به قول معروف چیپه و ما شرکت نمی کنیم در مراسم صبحانه. حالا خودتون بفرمایید این سفری که روحانی کرد به اروپا، این رو شما چگونه دیدید؟ چه نتایجی فکر میکنیم به بار آورد برای ایران؟ ولی نتایجش رو که مسلماً بعد من به طور کلی تا این جایی که حل شده نتایجش مثبت بود، یک مقدار قراردادهای واقعی منعقد شده و اگر که خب اینها به مرحله اجرا در بیان، نه این خرید ایرباس و غیره اینا اون مسئله دیگه است، ولی این قراردادهایی که واقعا از نظر اینکه اگر مثلا ایتالیایی ها یا فرانسوی ها در بعضی از بخش های اقتصادی ایران سرمایه گذاری بکنن، این خب مسلماً برای ایران مثبته. حالا هر کسی که واقعا دلش برای مردم ایران سوخته خب باید از این خوشحال باشه، برای اینکه فرض کنید اگه کارخانه درست میشه خب یه عده بالاخره کار پیدا میکنن و زندگیشون بهتر میشه و اینا، ولی خب اینو باید دید که آیا واقعا اینا عملی خواهد شد یا نه، و این عملی شدن و غیر عملی شدن اینها هم بستگی داره به سیاست داخلی ایران. شما مثلا الان اوردی میبینید که در همین از این وبسایت های تند رو و اینا اصلا حرفایی میزنن که واقعا بی ربط، این ناشی یا از عدم اطلاعشون داره یا اینا. مثلا اینا انتقاد کرده بودن که چرا مصاحبه آقای روحانی در مقابل مجسمه مارکوس اورلیوس شده بود، برای اینکه ظاهرا مارکوس اورلیوس 6 سال در جنگ بود با اشکانیان و اینا. خب یه روزی اینا میبردن یه روزی اونا میبردن، ولی در ایران اسم اونو گذاشتن فاتح ایران. اون فاتح ایران نبود دیگه، یه مقدار اینا در مرزها یه روزی روم میبرد یه روزی ایران میبرد. میخوام بگم یعنی مخالفین که دست بر نداشتن در ایران. حالا باید دید که آیا اینا چقدر چوب لاشای چرخ آقای روحانی خواهند گذاشت و اینها، و اگر اینا به هر حال صورت اجرایی بشه وقتی من برای ایران خب منافع زیادی خواهد داشت. مسئله دیگه که من خواستم خدمتون عرض کنم اینه، برخلاف اونچه که بعضی ها فکر میکنن، انزوا و فشار هیچ وقت به باز شدن فضای سیاسی منجر نمیشه. الان شما فکر کنید مثلا من 100% این معتقدم که اگر امریکا کوبا رو انقدر زیر تحریم قرار نداده بود تا حالا یا رژیم کاسترو از بین رفته بود، یا اینم که اونقدر این تلطیف شده بود و تضعیف شده بود از نظر ایدولوژی که اصلا چیزی زیادی از اون باقی نموده بود. این حالت که شما در نمیدونم اینو به فارسی چطور ترجمه کنه که شما under siege هستین، تحت محاصره هستین، تحت نه ما از محاصره، بله تحت محاصره هستین و تحت حمله و غیره هستین، این بیشتر باعث انسجام میشه و بیشتر باعث میشه که اونایی که در قدرت هستن بترسن از هر نوعی آزادسازی. ملاحظه میکنم این متاسفانه بوده، برای اینه که مثلا کسایی که در اوایل همیشه از تغییر رژیم در ایران صحبت میکردن اینا متوجه نبودن
خود تندروهای ایران متوجه هن، ولی خارج در خارج اینا متوجه نیستن که هرچ اگر اینا با ایران تعامل کرده بودن از همون زمان رفسنجانی بقید من موقع خوبی بود، فضای سیاسی در ایران هم فضای فرهنگی هم بازتر می شد. این فشارهای خارج بود که خیلی موقعیت اونایی که می خواستن در ایران یه مقدار به هر حال تعادلی و رفرمی در ماهیت رژیم اسلامی باشه، اونا استفاده کردن از این فشارها. شما وقتی اینای دیگه هم به رفرمیستا و غیره هم اوایل بالاخره اینا منافعشون با مال اینا تا یه حدی درگیر دیگه. این هست، اینه که باید دید که به تعامل اقتصادی اغلب بالاخره به تعامل سیاسی میرسه. همین مسئله اینو میخواستم مطرح کنم، میفرمایید تعامل اقتصادی به تعامل سیاسی میرسه، ولی آیا اصولا فکر میکنی اروپایی ها اونقدر دلشون سوخته برای اینکه مردم ایران از حقوق بشر برخوردار بشن، دارای دموکراسی باشن، حاکمیت قانون در کشورشون برقرار باشه، فکر این چیزها رو میکنن یا فقط فکر پر کردن جیباشون هستن از این ثروت بادآورده که الان نصیب ایران شده به لطف برجام؟ والا به طور کلی من تجربیات من که الان متاسفانه زیادم شده به این نتیجه رسیدم که متاسفانه مسائل اخلاقی در سیاست نقشی دارن ولی نقششون اونقدر پررنگ نیست. اروپایی ها بله اگر بقیه شرایط یکی باشه بچون نبیاد، خب ایرونی ها هم آزاد باشن و نمیدونم دموکراسی اینا داشته باشن، ولی به هر حال هیچ وقت منافع خودشون رو فدای حقوق بشر و غیره در ایران نخواهن کرد. ولی خب اینا در جاهای دیگه هم همین کار رو میکنن. شما فکر کنید اینا فرض کنید در قبال عربستان دیگه آخه حالا تجاوز و غیره، حالا هرچی که ما میخواییم بگیم موازه میکنیم. متاسفانه بعضی ها یه دی در کنفرانس هم بودن این کار کردن که متاسفانه خودشون هم ایرونی بودن، هیچ کدوم از خارجه نبودن. اینا چنان در دفاع جانانه از عربستان کردن که من اصلا فکر میکردم که عادل جبیر هم نمیتونست چنین دفاعی رو بکنه از عربستان. منظورم اینه که به هر حال متاسفانه دولت ها همیشه از نظر منافع عمل میکنن و تنها دولت اسلامی بوده که در این دو سه قرن اخیر بعضی به اصطلاح خودشون آرمان ها رو بر منافع ملی ایران اجهیت داده و این واقعا یک اصلا انومالی است در تاریخ روابط بین المللی. بله، ولی میخوام بگم که نه به اون صورت نه، ولی اینا به این رسیدن وقتی من به این نتیجه رسیدن، بالاخره دیر رسیدن وقتی من زودتر این کار رو میشد کرد، اینه که اگر که فشار باعث نخواهد شد که وضعیت حقوق بشر در ایران بهتر بشه، برعکس این رو تشدید خواهد کرد. حالا اینا فکر میکنن که بله با تعامل اقتصادی که اگر به تعامل سیاسی هم برسه و ترس حکومت ایران از اینکه کشورهای غربی در پی براندازی سیستم هستن کم بشه، خب این ممکنه که باعث بشه که اینا در زمینه حقوق بشر هم، نه البته به صورتی که من و شما انتظار داریم، ولی خب تا یه حد زیادی این بعضی از این تضییعات و اینا رو کمتر بکنن. بنابراین اینا فکر میکنن که به هر حال هم به قول شما جیب خودشون پر میشه، هم که ممکنه که یک به اصطلاح اثر ثانوی شه این باشه که خب شاید حالا ما نمیدونیم، شاید فرض کنیم فضای داخلی ایران هم بازتر بشه و در نتیجه مردم ایران هم نفس بهتری بکشن و چه بسا که انشاءالله مسائل حقوق بشری هم پیشرفت داشته باشه. نگرانی هایی که اروپایی ها دارن، نگرانی های امنیتی، به نظر شما آیا اونها رو فعلا اینا کنار گذاشتن به خاطر مصالح تجاری و اقتصادی خودشون، یا اینکه برای اونها هم ارزش قائلن؟ مثلا یه فرض کنید داعش هست در منطقه، در سوریه مشکلاتی که دارن با ایران، اونها چی میشه؟ آیا اونها رو با ایران به تعامل خواهند پرداخت، یا اینکه به چه ترتیبی فکر میکنین اونا حل بشه؟ ببینید یکی از چیزهایی که وقتی من باعث شده که البته اروپایی ها و شاید بشه گفت تا حدی هم لاقل حکومت اوباما با ایران تعامل بیشتری نشون بدن، همین مسائل نظیر داعش و گروه های افراطی سنی و ایناست که در سوریه به وجود آمده، نتایج بسیار بعد حمله به لیبی و غیره، و اینا واقعا الان
به این نتیجه رسیدن و شدن که این افکار وهابی و غیره خیلی خیلی تاثیر داره در به وجود آوردن این گروه های. این اول القاعده بود، حالا بعد القاعده عراق و غیره و اینا شده. و درسته که ایران از در یک زمینه های مثلا در زمینه مسئله عرب و فلسطین یک به رویه غیر قابل انعطافی رو اتخاذ کرده، ولی این کشورهای اروپایی الان به نشستن که گروه هایی مثل داعش و غیره اینا خیلی بیشتر در این مسئله مؤثر بودن. و خب این سیل پناهنده ها و اینها به اروپا هم اینا رو متوجه این کرده. شما الان مثلا فکر کنید که در میان جماعات مسلمان اروپا افکار ایران به اون صورت اصلا نفوذ نداره. اینا همش به همین ارسان سعودی و به این داعشی ها و غیره به سایر افراطی های سنی اینا تمایل داره. خب اینا هم باعث شده که اینا تجدید نظری بکنن در مورد نقش ایران در. از طرف دیگه خود ایران هم متوجه شده که خب این استفاده از اسلام این به اصطلاح خنجر دولبه هست. یعنی دولبه. این فقط نیستش، اسلام انقلابی ایران نیست، اسلام افراطی سنی هم میتونه کارایی بکنه. و همینی که مثلا داعش خودشون به این گفتن که به مرزهای ایران نزدیک شده بود و اینا، خب شاید ایران را هم ترسونده و وادار کرده که با اینها یک تعاملی بکنه. به عنوان پرسش آخر هم میخواستم در رابطه با آمریکا ازتون سوال کنم. شما خب استاد روابط بین‌الملل هستین در آمریکا و نبض سیاست آمریکا دستتونه، میدونین چه خبره. الان با توجه به این فعالیت هایی که بین کاندیدا هستش در صحنه انتخاباتی آمریکا، فکر میکنید در آینده وضعیت یعنی موضع آمریکا در قبال ایران چگونه تکامل خواهد یافت، اگر بشه اسمش رو تکامل بذاریم؟ اگر دموکرات ها برنده بشن، خانم کلینتون مثلا برنده بشه، یا از طرف جمهوری خواهان مثلا آقای ترامپ روی کار بیان، چه تأثیراتی میتونه توی سیاست واشنگتن نسبت به تهران بذاره؟ بله مسلما بقیده من هر کسی رئیس جمهور امریکا بشه در آینده، مسلما رویش در قبال ایران به اندازه حکومت اوباما مثبت نخواهد بود. ولی خب این تا حدودی، از طرف دیگه من معتقد هستم که چون خود امریکایی ها واقعا نمیخوان که وارد یک به اصطلاح محلکه دیگری بشن، وارد یک جنگ دیگری بشن، بقیده من اینها به اصطلاح پایه های اساسی سیاست اوباما رو دنبال خواهند کرد. علی رغم حرفایی که بعضی میزنن، مثلا مارکو روبیو کاندیدای جمهوری خواه گفته من اولین کاری که میکنم اینه که برجام رو پاره میکنم، اینا نمیتونن این کارا رو بکنن، به این آسونی نیست. از طرف دیگه خب ببینید، این الان که این تحریم ها و غیر برداشته شده، امریکا ممکنه تحریم خودش رو ادامه بده، اما از طرف دیگه اروپایی‌ها و اینا من فکر نمی کنم که دوباره به ایران تحریم بذارن، مگر اینکه ایرانی‌ها یه کار دیوانواری بکنن که بعضی ها در اونجا کاملا قادر به این اعمال هستن که اون وقت اصلا به طور کلی تمام افکار نسبت به رابطه با ایران عوض میشه. بقیه من از طرف دیگه همه این هستش که جامعه اقتصادی ایران به اصطلاح بزنس کمیونیتی ایران چه نظری پیدا بکنه. مسلما بسیاری از الان صنایع امریکا و غیره هستن که خیلی مایلن به بازار ایران برگردن. شما فکر کنید مثلا علت این که ایران ایرباس خرید اینجا، یه مقدارش به علت اینه که بوئینگ اجازه نداره بفروشه به ایران، واسه میکنه، در حالی که بوئینگ خیلی بیشتر هنوز با اون ساختار نیروی هوایی، منظورم از نیروی هوایی تجاری، ناوگان هوایی مسافر بله، بله بله، این سازگاری و آشنایی داره، بالاخره سالهای ساله. در زمینهای دیگه هم همینطور، البته در این چند سال اینه که خب ببینید همین مسئله تحریم امریکا به ضرر امریکا تموم شده. الان چینی ها بیشتر از همه در ایران نفوذ دارن و اگه وضع اقتصادی چین بهتر بشه، خب سرمایه گذاری های واقعی در ایران بکنن، اینا میتونن کاملا بازار ایران رو
تحت سلطه خودشون در بیارن. اصلا اینه که این بستگی به این داره که امریکایی‌ها و به خصوص این بیزنس کمیونیتی امریکا چه مثلا فشاری بر حکومت آینده امریکا بر بیاره. به صورت پارادوکسیکال اگر که جمهوری خواه پیش بیاد، جمهوری خواه معتدل، حالا اگه ما یه شخصی مثل جب بوش داشتیم میومد و اینها مسلما خیلی بیشتر به حرفای منابع دستگاه خصوصی، بله بخش خصوصی اینا حساسیت نشون میدن، اینا مسلما میرن به اینا میگم خب بابا اینا همه دارن بازار ایران میگیرن و ما هیچ سهمی از این نداشتیم. و اتفاقا جب بوش همین حرف رو در این مناظره آخریشون گفته بود که حالا شما میگین که شما برجام پاره خواهید که پس همه از بازار ایران استفاده کنن به جز ما موسی میکنی. ولی خب در داخل ایران وقتی من خیلی ها هستن همون کسایی که خیلی ناراحتن که بخش خصوصی حالا چه بخش خصوصی ایرانی یا خارجی در ایران قوت بگیره با این مخالفت میکنم. مثلا من همین امروز میخوندم که فرمانده نیروی هوایی سپاه میگفتش که رابطه با امریکا هیچ وقت ایجاد نخواهد شد. ولی که میتونید اینا بقیده من اگر ایران رابطهش با دنیا بهتر بشه خب اینا به اصطلاح چی میگن دلیل وجودیشون از بین میره. ایران هم مثل بقیه کشورها یک ارتش باید داشته باشه. یعنی ببینید برای اینه که میگم اوایل فرض کنید موقعی که آقای رفسنجانی اول روی کار آمد یکی از اهدافش این بود که اصلا ارتش و سپاه رو ادغام بکنه به هم دیگه که به این با این مخالفت کردم واسه میکنید چون میگم. ولی خب در داخل ایران باید خیلی کارها صورت بگیره تا ایران دوباره به یک به صورت یک کشور در بیاد، کشور که یعنی پایش ملت ایرانه. صحبت از امت و اینا رو باید کنار گذار. حالا این ملت ایران ممکنه اکثریتشون مسلمون باشن اما این نیستش که اینا در این دریای اسلامی غرق بشن مرزه میکنین. ولی خب بعضی ها از این بر خودشون نون درست کردن دیگه و این که اینا عوض بشه خب خیلی راه داره و متاسفانه رابطه با امریکا شده سمبل این تغییرات در ایران، یعنی آخرین تابویی است که الان برای ایران مونده و برای اینی که من فهم کنم که به هر حال خیلی این بستگی این خواهد داشت که آیا ایرانی ها واقعا به هر حال متوجه این بشن که اینها مجبورن با یک بازیگری مثل امریکا تو حدی لاغل تا حدی تعامل داشته باشن. خانم هانتر در مورد خانم کلینتون نظرتون چیه؟ اگر دموکرات‌ها برنده بشن کلینتون، چون خانم کلینتون یک موضع خیلی تندی در قبال ایران از اول داشته و ممکنه در آینده اگرم بیاد رو کار آیا ممکنه اون موضع رو ادامه بده؟ خب بله من فهم کنم که خانم کلینتون مسلماً لاقل لحن سیاست امریکا ممکنه در اگر ایشون رئیس جمهور بشن نسبت به ایران یه مقداری خشن‌تر بشه و برای اینکه خب ایشون به خصوص به خواستهای اسرائیل و اینا خیلی بیشتر حساسیت نشون میدن تا اینکه آقای اوباما و یا حتی خب البته کسایی مثل کروز و اینا هم خیلی، ولی به هر حال مسلما لااقل لحنش عوض شده. ولی بقیه من چون ببینید که خانم کلینتون تمام به جامعه دموکراتیک حزب دموکرات امریکا نیست. شما الان ببینید فرض کنید آدمی مثل برنی سندرز که این همه موفق شده خب این فقط به خاطر شخصیت خودش نیست بلکه این هم داره یک مثل روحی یک دیدی در داخل حزب دموکرات رو نشون میده. بنابراین من فکر نمیکنم که خانم کلینتون بتونه یک نوع سیاست مداخله گرانه مثل اونچه که جورج بوش اینا داشته در خاورمیانه دنبال بکنه و یه مقدارم بستگی داره که این در این چند ماه کمی که باقی مونده آیا بشه یک گشایش دیگری بشه در رابطه ایران و امریکا پیدا بشه، نه که بگم روابط رسمی اینا، ولی آیا یه گشایش دیگری بشه. مثلا یکی از چیزایی که ممکنه مفید باشه این مسئله همین جریان به اصطلاح سوریه هستش. الان بقیه من خب خیلی متوجه شدن که هم مخالفین اسد و هم طرفداران اسد به این نتیجه رسیدن که هیچ کدومشون نمیتونن 100% مطالبات خودشون رو داشته باشن و امیدوارم که هم ایران هم عربستان هم ترکیه به این نتیجه رسیده باشن که هیچ کدوم از اونا نمیخوان
به تمام آرزوهای خودشون برسن، که بنابراین این کشورها به هر حال بایستی که با هم دیگه سازش یک نوع سازشی داشته باشن. بله، یعنی اصلا صحبت این که یک خلافت اسلامی میخواد، اون یکی امپراتوری عثمانی میخواد، این یکی میخواد انقلاب اسلامی ساده، اینا شدنی نیست. اصلا اینا یک ایده هایی است که عملی شدن نیست، قبلا هم نبوده. خلافت هم از همون اول اصلا پاشید دیگه، اگه میشد که میمون. در حال منظورم اینه که اگر به این نتیجه خب برسن و ایران هم تا حدی نقش مثبتی در این مذاکرات بازی بکنه، به حال یه مقدار نشون دهنده اولا این خواهد بود که گروه تعامل در ایران قوی تره و خب میتونن یک مقدار فرض کنید که چی میگن انعطافی از خودشون نشون بدن و یه مقدار کانسشن بدن به اینا، خب این ممکن تاثیر داشته باشه. بعد مسئله لبنان، حالا من نمیدونم این درسته یا نه، ظاهرا بین آقای روحانی و پرزیدنت اولاند یک تفاهم هایی در مورد ریاست جمهوری در لبنان شده و اگر اینا بتونن که یک رئیس جمهوری پیدا بکنن که مورد قبول هم گروه 8 مارس و هم گروه 14 مارس باشه، خب این به اصطلاح مهم خواهد بود. و اگر که مثلا در اواخر حکومت اوباما یک نوع تحولات مثبتی در این مسئله شده باشه و راه رو برای یک نوع تعامل با امریکا آماده کرده باشه، بقیه من رئیس جمهور آینده هم دیگه نمیتونه اینا رو به عقب بزنه. یعنی فکر میکنی با وجود اون موضع تندی که ولی فقیه در ایران داره علیه آمریکا، هر روز میاد میگه آمریکا دشمنه، مواظبش باشین، نفوذ داره میکنه، آیا ممکنه یک همچین گشایشی حاصل بشه تا موقعی که آقای خامنه ای بر مسند قدرت؟ بله بله، اینا همشون میشه. شما فکر کنید اینا هم یه مقداری، ببین کاری که چه در امریکا و چه در ایران داره صورت میگیره و این حرفای تندی که اینا میزنن نسبت به هم دیگه، یه مقدارش هم ناشی از اینه که اینا از طرف دیگه مطمئن نیستن. برای اینکه خب گاهی وقتا هم امریکایی‌ها یه قولایی دادن و به اون قولها عمل نکردن. حالا این هم برای اینه، مثل آقای خامنه‌ای هم مثل مارگزیده از ریسمان سفید هم میترسه. خب ببینی اینا در جریان مثلا بعد از 9/11 در افغانستان اینا به امریکایی‌ها خیلی خیلی کمک کردن و بعدش اینا رو کردن محور شرارت و بساط اینا. من این آقای خامنه‌ای میترسه، میگه من الان بیام یه حرف مثبت در مورد امریکا بزنم، فردا اینا بیان بگن که شما دوباره یه محور یه شرارت دیگه هستین اینا، خب این به موقعیت من در اینجا چه به اصطلاح اثری میذاره؟ از طرف دیگه امریکایی هم تا حدودی مثل مارگزیده هستن، اینا میگن خب ما مثلا مکفرلن رو فرستادیم و اینا، بعد ببینین که چه بلای سر ما آوردن و اینا، اینه که اونا هم میترسن. در نشه من بقیده من اگر گشایشی صورت بگیره که ممکنه صورت بگیره، این بایست این که از طریق کانال های غیر بسه آشکار باشه. مرسی میکنه اینا نمیاد فردا آقای اوباما بیاد بگیم بله ما میخواییم با ایران رابطه برقرار کنیم، یا آقای خامنه‌ای بیان بگن که بله تبوی امریکا از بین رفته. نه، اینا این همین موضوعی خودشون رو فعلا حفظ خواهند کرد که خودشون رو در مقابل یک نوع ناکامی ها و یا شکست انتظارات آماده نگردارن، اما ممکنه که از طریق کانال های دیگه و غیره هم سعی کنن که یک راههایی پیدا بکنن برای اینکه به هر حال شاید در یک زمانی بالاخره این شرایط بی... و ایران نمیتونه این وضعیت رو ادامه بده. مزه میکنی انقلاب دائمی آخه اصلا عملی نیست. انقلاب ها به هر حال، هر انقلابی که باشه به هر حال بایستی که در یک زمانی این به یه مرحله طبیعی برسه. خب بعضی ها معتقدن که این بحران رو ایران دنبالش هست، همیشه که در حالت بحرانی باشه، در منطقه بحران باشه، چون میگویند حکومت اسلامی در بحران میتونه خودشو بیشتر نشون بده و موقعیت خودشو قوی تر بکنه. خانم ولی خب ببینید اینا به یک بحرانی علاقمندن که قابل این باشه که اینو مدیریت بکنن. یعنی اینا بعضی دیگه هم همینطورن، مثلا اسرائیل هم همین سیاست داره، اسرائیل هم سیاست بحران مدیریت شده رو دوست داره دیگه، اما بحران ها متاسفانه همیشه نمیشه اینا رو مدیریت کرد.
و به عقل من همین روی کار آمدن داعش و مسائلی که در عراق پیش اومده، خب ببینید اینا خیلی در کردستان عراق به مرز ایرانی اینا نزدیک شدن، خب اینا بایستی به این نتیجه بالاخره رسیده باشن که جمهوری اسلامی هم که به هر حال نمیتونه که از آسیب ها بر امان بمونه، بنابراین اگر شما یک وضعیت بحرانی ایجاد میکنید شما نمیتونید این بحران رو همیشه کنترل بکنید و اثرات این بحران بالاخره به خود شما میرسه. شما فکر کنید مثلا پاکستان طالبان رو درست کرد با کمک غربی ها و حالا ببینید خود پاکستان به چه وضعیتی افتاده. همین ترک ها که این کارا رو کردن در سوریه، اصلا لزومی نداشت سوریه وضعش به اینجا برسه. من به شما قول میدم اگر اینها این کارا رو نکرده بودن و اینقدر اصرار که اسد باید بره نکرده بودن، الان شما در اسد رفته بود، منتها از یه تاریخ مسالمت آمیز. یک نوع آقای کوفی انان اینا اصلا برنامه داشتن برای، یعنی یک نقشه راهی برای این درست کرده بودن. اینه که میدونید متاسفانه ببینید غرور و این چیزا همیشه باعث میشه که دولت مردها و کشورها هم کارهای اشتباهی بکنن که ضررشون به خودشون میرسه. همین نمونهش جمهوری اسلامی، اگه اینا موقع که انقلاب کردین، خب کردین، حالا این انقلاب تو داخل خودتون نگه دارین دیگه، چرا دائم میخواین صادر کنین اونا؟ ولی خب متاسفانه وصیت آیت الله خمینی دیگه، صدور انقلاب خانم هانتر. نه حالا نمیدونم این وصیت آقای خمینی نیست، اینا اونقدر چیزا هم به آقای خمینی نسبت میدن، اصلا آقای خمینی چی میدونه صدور انقلاب چی میدونه؟ اینا همش از دیدگاه های چپی میاد. همین شوراهای اسلامی رو اینا چپ ها درست کردن از همون روی سوویت های روسیه در زمان لنین و نمیدونم فلان، اینا همه اینا از چپ میاد. تمام این اغلب حالا اینا رفورمیست شدن، البته مژدگانی که گربه عابد شد، ولی این ملزم میکنه چون اینا همش از دل چپ در اومد، منتها چپ از اسلام استفاده ابزاری کرد و اینا تقصیر اینا همش سر علی شریعتی. خانم هانتر، بعضی معتقدن که اگر خمینی الان زنده بشه برگرده رد صلاحیت میشه برای مجلس خبرگان. خب شد دیگه، نوش رد صلاحیت شده دیگه. بله نه اصلا ببینید، ولی خب این نشون میده. حالا من البته یه نظر دیگه دارم، من معتقدم اگر خمینی اون موقع نمرده بود، برحال خمینی میدونید خمینی کینه عجیبی نسبت به شاه داشت، این واقعا یه چیز شخصی بود بیشتر از بسیار کینتوز، یه جنبه بسیار شخصی بود و اینا، برخلاف مثلا بعضی علمای دیگه که اگر ایشون مثلا یه مقدار در مورد چادر زنا و اینا کوتاه می اومدن، اونا هیچ، خیلی هم همیشه میگفتن که سلطنت رو ترجیح میدادن بر جمهوریت. این اصلا موقعیت علما بود دیگه، یکی از دلایلی که علما از رضا شاه اوایل حمایت کردن در این بود که میترسن سید زیادین بیاد و جمهوریت در ایران برقرار بکنه. حالا منطقه اگر که خمینی مونده بود وقتی من، این میتونست که بسیاری از این چیزهای اسلامی رو تعدیل بکنه، این میتونست فتوایی بده که حتی مثلا با امریکا هم رابطه برقرار کنید، این درسته که هیچ کدوم از اینا نمیتونن. واسه میگه اینه که اینا شده مثل مثلا همون چی میگن، همون نزایی که فرض کنید در بین مارکسیستا بود به اینکه لنین چی گفت یا مارکس چی گفت و بعد ما نئو مارکسیست پیدا کردیم و اینا، اینام در ایران هم همینه، یا ماویستا که درباره عقاید ماو دائما بحث میکنن و اصلا هیچ کدومیشون هم شاید عقاید ماو رو هم نمیدونن، منتها خود دارم در ایران هم یه مسئله اینطوری شده. حالا اگه خود لنین یا مارکس زنده بود میگفت بابا من اینو گفتم، حالا حرفا که، اما چون ایشون نیستن هیچ کس اون چیزو نداره، اون وجهه رو نداره. حالا گرچه نمیشه، معلوم نیست که حرف اونم قبول نمیکردن، الان حرف نوش رو قبول نمیکنن. خانم هانتر خیلی ممنونم که وقتی در اختیار من گذاشتید برای انجام این گفتگو، امیدوارم در آینده هم باز با شما انشاءالله. خیلی خوشحالم از صحبت با شما آقای فریدی، خیلی ممنونم. روزتون شبتون هرچی که هست خوب باشه. برای شما ممنون خانم هانتر.